سلام خدمت شما و سلام صبح بخیر به تمام بینندگان گرامی تلویزیون آرین نیوز. بسیار تشکر آقای رئوفی. کار مادن. سلام مجدد. حالا همکارانم آقای دگر جان رجب نشاد مسئول حفظ و مراقبت سالنگ ها را در خط تلفن وصل کردن در مورد وضعیت سالنگ ها و اینکه پیش بینی در 24 ساعت آینده چگونه است با ایشان حرف میزنیم. آقای نشاد سلام صبحتان بخیر. سلام صبح شما بینندگان بخیر. سپاسگزارم آقای نشاد. هرچند شما دیروز هم پیش بینی کرده بودند که 20% بارندگی احتمال است که رخ بده در سالنگا، حالا آشارای سالنگا چگونه است و وضعیت جبهه چگونه است؟ برفعلا آفتابی و قسمان آفتابی است و 24 ساعت آینده هم کدام ریزش برف باران پیش بینی نشده. جریان ترافیک برفعلا نرمال است. تمام انواع وسایل میتونن مسیر تردد بکنن، اما امیدوار هستیم کسایی که مسیر تردد میکنن وسایل تجهیزات زمستانی رو باز هم با خود داشته باشن، به خاطر که هر لحظه امکان تغییر وضعیت در سالنگا دیده میشه. بنابراین با داشتن این وسایل تجهیزات زمستانی و احتیاط کنه با مطابق راهنمای مذهبی مسیر تاخیر. بله آقای نشاد، دیشب چگونه بود وضعیت سالنگ ها؟ بله دیشب چگونه بود وضعیت سالنگ ها دیشب شب که گذشت؟ بله آقای نشاد شما صدای ما رو دارین؟ بله خطر شده فکر میکنم مشکل تکنیکی بود، هرچند ما گرفتیم موضوع را. فعلا هوا ابری نیست، آفتابی است و وضعیت سالنگ هم خوب است، اما همیشه آقای نشاد توصیه میکنن که باید مردم با آمادگی کل خصوصا راننده از این شارها عبور کنن مبادا با چالش مواجه شوند. اما در این اواخر برای شما معلوم است که وضعیت امنیتی در ولایات دوردست افغانستان چندان قناعت بخش نیست و مردم از این ناحیه نگرانی های خود را همواره ابراز میکنن. باشندگان ولایت فاریاب نیز از این ناحیه سخت نگران هستند. اکثریت اولسوالی ها یا روستاهای دوردست ولایت فاریاب تحت کنترل طالبان مسلح قرار دارد. مثلا اکثریت روستاهای اولسوالی گرزیوان، اولسوالی قیصار، اولسوالی المار و حتی در چند کیلومتری شهر میمنه هم طالبان در برخی از موارد هجوم میبرند و مردم را نگران کردند. برای بحث بیشتر اینجا در استودیو آقای صبغت الله سیلاب عضو شورای ولایتی ولایت فاریاب حضور یافتند. آقای سیلاب خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر، سلامت باشین، خوش باشین. آقای سیلاب، چرا همواره ناامنی ها در فاریاب افزایش پیدا میکنه و مردم از این ناحیه همیشه نگران هستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنام یاد خدا و عرض سلام با کسب اجازه از شما سلام تقدیم میکنم به حضور بیننده های نهایت عزیز. ما همیشه وقت در هر جایی که آغاز به سخن کردیم یک شعری که از علامه اقبال لاهوری است نهایت از او خوشم می و او در وصف وطن است که داند خدا که بعد خدا می پرستمد، هان ای وطن مپرس که چرا می پرستمد. ذرات هستیم زی تو بگرفته است و جان، چون بهتر زی جان همه جا می پرستمد، از بحر آن یتیم گدا می پرستمد. با ابراز سپاس از سوالتان، خب فاریاب از نقطه نظر جغرافیایی در یک موقعیت بسیار مهم و استراتژیک واقع شده، از لحاظ جغرافیایی هم هرازی پرخم و پیچی داره. بیشتر مناطق فاریاب تابعی کوهپایه هایی میشه که پناهگاه خوبی بوده میتونه برای مخالفین مسلح دولت و از نقطه نظر بازسازی و نوسازی و ایگپا هم عقب مانده و طالبان در اونجا میتونن خوبتر. مردم های دیهاتی و اطرافی و دوردست هستن، از مدنیات آنچنانی اطلاعی دقیق ندارن، میتونن سرفکار از اونا خوبتر و بهتر و جامعیتر کار بکنن. بله آقای سیلاب، چرا دولت برای پاکسازی این مناطق از وجود مخالفان مسلح دولت دست به کار نمیشد، عملیات بسیار جدی را راه اندازی نمیکنه تا مردم در امن زندگی بکنن؟ دولت نه تنها یک مرتبه بلکه بار بار و مرات عملیات پاکسازی را در ساحات مختلف فاریاب برا انداختن. خب مشکل عمده و اساسی اینجاست که ما از لحاظ نیروی بشری به حد کافی نیروی بشری نداریم، هم در صفوف پلیس هم در صفوف اردو نیروی کافی ما نداریم. تشکیلات نظامی ما به حد کافی نیست. مثلا ما 14 واحد اداری داریم، در 14 واحد اداری حداقلش اگر بخواین یک امنیت نسبی را تامین بکنن لااقل 100 نفر تشکیل پلیس در هر ولسوالی لازم است. آقای سیلا، پس چرا مسئولان درجه یک ولایت فاریاب این موضوع را با مرکز، با مقامات بلندپایه دولت افغانستان، با وزارت دفاع، داخله یا ریاست امنیت ملی شریک نمی سازند؟ بارها شریک ساخته شده، اما پاسخ قناعت بخش از جانب حکومت مرکزی هم تا به حال
حکومت محلی دریافت نکرده. شخصا شورای ولایتی من حیث نهاد منتخب مردمی همیشه همواره تلاش به این کرده تا مسئولین محلی رو وادار بسازن که اونا حکومت مرکزی رو فشار وارد بکنه تا حکومت مرکزی. اما این تلاش ها اصلا نتایج مثبت رو در پی نداشته، هدر رفته، نتایج مثبت اصلا در پی نداشته. بارها هیئت بلند رتبه از مرکز یعنی از کابل وارد فاریاب شدن، مشکلات را بیعینی یعنی به چشمی خود رفتن مشاهده کردن، با هلیکوپتر رفتن یا با موترهای از زمین رفتن، از آسمان از رفتن دیدن، اما کدام توجهی تا این حال در حق فاریاب متاسفانه صورت نگرفت. چرا ظرفیت وجود نداره که مقامات بلند پایه دولت افغانستان تشکیلات را افزایش نمیتن یا کدام در عقب پرده کدام حرفای دیگر است؟ خود تشکیلاتی که فاریاب داره من فکر میکنم از زمان حکومت آقای کرزی باقی مانده و در اوایل که حکومت کرزی روی کار آمد اوضاع امنیتی شمال در کل خوب بود و اونجا چیزی به نام ناامنی یا طالبی وجود نداشت. بعد از اینکه طالبان همه جهت جنگ از جنوب و جنوب غرب و از طرف انتقال دادن به طرف شمال که اونجا نیروهای امنیتیش تشکیلش کمتر بود، حالا اگر به تناسب قندهار و هلمند اگر ما مقایسه بکنیم، امروز فاریاب 6.5 الی 7000 نیروی امنیتی دارن، مگر قندهار تا 32000 33000 تا 40000 نیروی امنیتی در یک ولایت، با وجودی که فاریاب هم ولایت درجه 2 هستند از لحاظ نفوذ. خب شما اشاره کردین که در زمان حکومت کرزی امنیت قناعت بخش بود و حالا ناامنی ها در این ولایت افزایش پیدا کرده، خصوصا در شمال و در فاریاب. و گفته میشه که از 6 ماه بعد این سو ولسوالی اکثریت روستاهای ولسوالی گرزیان تحت کنترل طالبان مسلح قرار داره، چرا باشندگان که در این ولسوالی زندگی میکنن با چی وضعیت به سر میبرند؟ از 6 ماه هم تقریبا بیشتر میشه ولسوالی گرزوان یک مرتبه سقوط کرد مقام طالب، از اینکه طالبایی که در ولسوالی گرزوان فعلا جاگزین شدن، از لحاظ از اینکه بیشتر هم عرض کردم فاریاب از نقطه نظر جغرافیایی به دلیل همسرحد بودن با چند ولایت از جمله غور، بادغیس، سرپول، جوزجان، طالب ها موقعیت خوبی رو برای خود انتخاب کردن. ولسوالی گرزوان همسرحد است با غور، با سرپول که آزادانه کدام خط موانی وجود نداره رفت آمد میکنن و طالب ها در اونجا هم حضور گسترده دارن، تشکیلات بسیار وسیع دارن، تعدادشان با گذشت روز افزودتر میشه. اینا سربازگیری از مردم محل میکنن؟ سربازگیری هم از مردم محل میکنن و نسبتا ما به نحوی نمیخوایم کمپاین به نفع طالب شه، ولی واقعیت عینی که جریان داره مردم بیشتر به طرف طالب تمایل دارن، چون بی‌کفایتی حکومت باعث شده که مردم به طرف طالب رجوع بکنن. حق تلفی ها، ظلم، شکنجه، اینی مسائلی هست که نسبت به حکومت مردم طالب را ترجیح دادن. امروز طالب به مراتب از گذشته کردن مسلح تر است، تشکیلاتش وسیع تر میشه، امکانات بیشتر در اختیارش قرار گرفته میشه و مردم هم با ابتکاراتی که تازه اونا کردن و سابقه مگر بوده مگر اطلاع داشتن. با آنکه حملات حراس افغانی از قبیل انتحار، انفجار، ماینهاین کنار جاده، قتل و قتال از سوی طالبان مسلح در افغانستان صورت گرفته و ما شاهدش بودیم و خودشان هم این مسئولیت ها را پذیرفتن، با آنم چرا مردم به سوی طالبان روان هستند؟ آنچه که شما اشاره میکنید. ولی این حقیقتی هست که برای کل مردم افغانستان واضح و معلوم است، روشن است که چرا مردم به طرف طالب رجوع میکنن. پیشتر هم عرض کردم طالب بنام یک کمیسیون رو بنام کمیسیونی دعوت و البشارت ساخته و در خود فاریاب، در خود فاریاب، در خود ولسوالی ها، در محلات، در روستاها. وظیفه این کمیسیون هم دعوت مردم محل یا روستایی ها یا شهر، هر منطقه‌ای که مردم مسکن گزین هستن، وظیفه از این مشخص دعوت کردن به طرف طالبای مسلح هست و مردم هم از حکومت خسته هستند. اما آقای چرا خود طالبان مسلح مسبب تمام مشکلات که در افغانستان هست خودشان هستند؟ ایر خو یقینن ایراد، نه تنها ما بلکه تمام مردم افغانستان. پس چگونه بر مردم فاریاب و بر برخی از باشندگان ولسوالی های این ولایت این ذهنیت داده شده که نسبت به حکومت طالبان را ترجیح بدن و به سوی طالبان حرکت بکنن؟ خب اونا خوب پیشتر هم عرض کردم که همو کمیسیون دعوت و البشارت را که ترتیب دادن، اما اونا میتونن به نحو ذهنیت مردم را تغییر بدن و به نفع طالب بچرخانن مردم. و وضعیت ولسوالی های المار، قیصار و خود شهر میمنه و همچنان دولت آباد اینجا چگونه هست؟ متاسفانه مسیر شهرهای ما در ولایت فاریاب، ما دو مسیر شهرها داریم، یک شهرهای نمبر یک از اندخوی ولسوالی های چارگونه اندخوی الا داخل شهر میمنه، مسیر شهرهای نمبر دو از میمنه الا غرماچ.
خوب است که امیر یک اولا کاتگوری بندی بکنه که مسیر شورای نمبر 1 ما چی وضعیت دارد. مسیر شورای نمبر 1 از مرزا قوم یعنی که مربوط به ولسوالی قرمقل میشه تا 5 کیلومتری شهر میمنه که به نام کتکم مشهور است که هیچ کسی در امن نیست، هیچ احد من الناس، حتی یعنی در 5 کیلومتری شهر میمنه قرار داره. بله، در 5 کیلومتری شهر میمنه. همین شب هم ساعت 9:30 یا 9:30 بجه شب بود، ما اطلاع یافتم که تقریبا 12 آدم موتر در مربوطات ولسوالی خواجه سبزپوش ما که فاصله نه چندان دور از شهر میمنه داره، دزدان مسلح سر راه از اینا برآمده بودن، موترهایی که از طرف کابل و از میمنه از دو جهت در حرکت بود اینا رو متوقف ساخته بودن و هدفشون هم معلوم نبود، نتونستن دستبرد بزنن به موترها یا به راکبین موترها تا اون آندم نیروهای امنیتی رسن اینا رو از چنگ مسلح نجات دادن. یقینا ما گفته میتونیم که طالب ها هم در مسیر شاهراه فعالیت گسترده دارن، قماندان شاهراه مقرر کردن و یک قماندان شاهراه از این مکلفیت داره، در صورت لزوم هر کس رو بخواین اینا میتونن از این مسیر شاهراه متوقف بسازن و از موتر پایین بکنه، هر آن فیصله ای که در قانون خودشان وجود داره در حق قضیه انجام بده. و اوضاع امنیتی ولسوالی های المار و قیصار چگونه هست؟ المار برای فعلا وضعیتش نسبی خوب هست. المار یک مدت زمان حتی در مربوطات ولسوالی محدوده قماندانی امنیه طالب دسترسی داشت، همه روزه با موجودیت قماندانی امنیه یا فرماندهی محل طالب می آمد داخل شهر یا مرکز ولسوالی گشت و گذار میکرد. برای فعلا وضعیت ولسوالی المار خوب است، بعد از عملیاتی که در اونجا صورت گرفت، عملیات قبلی جناب صاحب دوستم، برای فعلا وضعیت اما پس از آن که آقای دوستم معاون اول رئیس جمهور دوباره به کابل برگشتن، دوباره این مناطق از سوی طالبان به سقوط درآورده شد. چرا؟ خب همه مناطق نه، فقط همه مناطقی که استحکامات صورت اما شما میگین حتی 5 کیلومتری به شهر میمنه هم نیست. خب از وضعیت واقعا نگران کننده است. وضعیت خب یقینا نگران کننده است. ما مناطقی رو میگیم که او استحکامات صورت گرفته، مثلا ولسوالی المار رو پیشتر شما ذکر کردین. در ولسوالی المار قماندانان محلی چون جنرال غلام فاروق قاطی وجود داره که و آدم توانست اونم مناطقی که از تسلط طالبا خارج شد رو استحکامات بکنن. منظورتون از اربکی هست؟ اربکی قماندان محلی و قماندان محلی هم از اربکی هم هست. بله. اما باشندگان برخی از ولسوالی‌های فاری از حضور اربکی ها خیلی شکایت میکنن. یقینا بعضا از اربکی های ما هم نتوانستن مطابق میل مردم حرکت بکنن، مطابق خواست مردم حرکت بکنن و حقوق مردم را برآورده بسازن که تامین امنیت اونم منطقه است و تطبیق قانون در همون محل. اینا هم نتوانستن، بیشتر از صلاحیت سپرده شده برشان اینا کار را کردن که مردم را طبعا خسته و افسرده ساختن. بله آقای سلام، حالا شما به صفت نماینده مردم در شورای ولایتی ولایت فاریاب میپذیرین که وضع امنیتی فاریاب چندان خوب نیست و مردم از این ناحیه نگران هستند. اوضاع تعلیم و تربیت معارف در فاریاب چگونه هست؟ برای فعلا در عرصه معارف در فاریاب مشکلات آنچنانی ما نداریم. اصلا هیچ کس نگران این وضعیت نیست. منتها یگان تهدیدهای امنیتی هست. بعضا بچشم میخوره که یگان تا تهدید در یگان مکاتبی که بعضا سرپیچی از یگان اوامر نواهی اگر صورت گرفته باشه تهدیدات وجود داره. آنچنانی نگران کننده نیست که موانع جدی اگر طالبا اما مناطقی که تحت کنترل طالبان مسلح قرار داره در کل اونجا مکاتبی که باز بود حالا حتما مسدود است. بله بله مسدود نیست، مکاتب در همه نقاط فاریاب. اما برای دختر خانم ها میگن که مسدود است. خب دختر خانم ها اگر مکاتب های لیسه در اطراف معمولا کم هم هست، حکومت هم لازم ندیده که در هر ولسوالی یا در هر قرا و قصبات یک لیسه اما نیاز نیست ایجاد بکنه. نیاز هست، نیاز مبرم هست، اما مشکلات امنیتی وجود داره. در بعضی از مناطق بسیار به ندرت گفته میشه که مکاتب دخترانه مسدود هست. مثلا ولسوالی های گرزوان، نصفی از ولسوالی گرزوان برای حاضر تحت سلطه طالب هست. تنها و مکاتبی که در آن مناطق هست حتما مسدود است برای دختر خانم ها. بله مکاتب دوره لیسهش مسدود است. پس این ضربه بزرگ بر معارف کشور نیست؟ یقینا ضربه بزرگ هست، ضربه ای که جبران ناپذیر هست، باید توجه جدی صورت بگیره از طرف مردم های محل، انسجام شورای محلی بتونه این مردم ها طالب ها را یا مجاهد. بله آقای سلام، شما به صفت نماینده مردم در شورای ولایتی و با جمع از وکلای شورای ولایتی چرا تا حالا بر مسئولان محلی فاریاب به نحو فشار وارد نکردین تا عملیات گسترده را به ضد مخالفان مسلح در مناطقی که تحت کنترل این گروه قرار دارن برا بیاندازن؟ خب طوری که برای شما معلوم است شوراهای ولایتی به مسابقه پارلمان کوچک ولایت تلاش های خود در هر راستا داشته، نه تنها در بخش تامین امنیت، نه در بخش تطبیق قانون، نه در بخش معارف پرورش، در همه بخش، در بخش صحت، در بخش بازسازی نوسازی، در هر مراحل.
بارها بارها در جلسات اداری، در جلسات مشترک با والی ولایت داشتیم، با فرمانده امنیه ولایت فاریاب داشتیم، با مسئولین امنیتی و ارگان‌های امنیتی. ما هفتوار جلسه از در هر 15 روز یعنی جلسات اداری داریم، با در هر ماه یک مرتبه جلسه مشترک با والی صاحب داریم. در هر جلسات ما چی به شکل رسمی چی به شکل غیر رسمی، اگر تلفنی هم شده ما با مسئولین و امنیتی رو وادار ساختیم که در بخش تامین امنیتی مردم، تامین امنیت جامعه کوشا باشن. اما پیشتر عرض کردم که مشکل عمده و اساسی اینجاست که یکی خو ظرفیتی وجود نداره که در بخش امنیت فاریاب تلاش رو بکنه که او بتونه یک به نتیجه خوب دست پیدا بکنه. ظرفیتی که فعلا مردم توقعی از او از حکومت داره، ملت توقعی از او از حکومت مرکزی داره وجود نداره. خود همکاری خود مردم محل و باشندگان برخی از اولسوالی هایی که تحت کنترل طالبان است با دولت چگونه است؟ تا چه اندازه همکار هستند؟ اونا خو نمیتونن از مجبوریت با دولت همکاری بکنن، ارتباطاتشون به شکل همه جانبه قطع است. برای فعلا اگر شما اطلاع داشته باشین، دو شبکه مخابراتی ما در سطح فاریاب آنتناش قطع است، خصوصا شبکه اتصالات و شبکه امتین، بنا به دلایل نامعلوم. گرچه ما معلومات موثق از منابعش از اینا گرفتیم که چرا شبکه های مخابراتی در فاریاب با وصف از اینکه مردم عادت کردن عالی در قرن 21 زندگی میکنن، مثل سابق نیست که مردم با امو ورق و کاغذ و قلم و دیگه گپ عادت ندارن، شبکه های مخابرات رو طالبا قطع کردن و از حکومت باج میخواین. در این مورد باید حکومت توجه بله زمانی که شما با مسئولان درجه یک ولایت فاریاب صحبت میکنین در مورد وخیم شدن وضع امنیتی برخی از ولسوالی ها یا روستاهای دوردست فاریاب، چی جواب دارن، چی پاسخ برای شما دارن، چی وعده های برای شما میکنن و تا چه اندازه به این وعده ها جامعه عمل پوشانیده میشه؟ من شخصا خودم از پس لرزه های بی توجهی حکومت در فاریاب در هراس هستم. مقصر خود مسئولان درجه یک فاریاب است؟ یقیناً مقصر هم حکومت محلی هم حکومت مرکزی، هر دوش بوده میتونم. توجهی اصلا صورت نگرفته. باید توجهی لازم در قسمت تامین امنیت فاریاب هر چه عاجل صورت بگیره و الا فاریاب در معرض سقوط به کام طالب قرار دارم. ببینیم پیشتر از ولسوالی گرزوان یاد کردم، ولسوالی گرزوان یک مرتبه سقوط کرد، تقریبا 48 ساعت طالبا ساختمان ولسوالی را تصرف خود در آورده بودن، اونجا حضور داشتن، یک قسمتی از اسناد ولسوالی رو به آتش کشیدن. اما حالا هم اکثریت روستاهای این ولسوالی تحت کنترل این گروه قرار داره. اکثر هم روستاهای در ولسوالی گرزوان بله تحت تسلط طالبان قرار داره و در قسمتی واپسگیری ولسوالی ها هم قماندانان محلی بودن که تلاش کردن ولسوالی رو دوباره از تسلط طالب خارج کنند. فقط مرکز ولسوالی را که مرکز ولسوالی را بله. و تقریبا اگر مبالغه نشه برای فعلا 60% ولسوالی گرزوان تا تسلط حکومت است، 40% ولسوالی تا تسلط طالب است. و چرا این قماندانان محلی را که شما اشاره کردین دوباره برای واپسگیری این ولسوالی از تصرف طالبان تلاش کردن، چرا نمیتونن 40% دیگر از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی بکنن؟ خب نکته خوب رو اشاره کردین، ما اساسا میخواستم روی این موضوع یک مکس داشته باشم. همین قماندانان محلی که پیشتر هم عرض کردم اصلا یک دلسردی نسبت به حکومت اینا پیدا کردن، نمیخواین که با حکومت به نحوی همکار باشن. ببینین قماندانای محلی رو حکومت در هر نقطه فاریاب یک کار بسیار ناروایی را انجام داد حکومت که قطعا به ما قابل قناعت نیست. قماندانای محلی را در همه محلات بردن با طالبان مواجه ساختن، بعد از اینکه با طالب مواجه ساختن بر از اینا پوسته افراز شده، اینا را در پوستا مستقر ساختن، بعد از اون کدام امکاناتی به دسترس از اینا قرار نمیگیره. یعنی از سوی دولت و حکومت مرکزی حمایت نمیشه. حمایت نمیشون. قطعا امکانات نه از لحاظ مهمات، نه از لحاظ تسلیحات، نه از لحاظ یاشا و عبادت و مصارف اینان هیچ همکاری لازم صورت نمیگیره. بنابراین همین قماندانان محلی هم دلسرد میشن، دوباره همکاری هایشون آهسته آهسته تضعیف میسازن. پس با این وجود وضعیت و آینده باشندگان ولسوالی هایی که تحت کنترل طالبان مسلح قرار داره چی میشه؟ پیشتر هم عرض کردم نهایت برای ما شخصا خودم در هراس هستم، شکننده هست وضعیت در فاریاب. ما به نفع نمی بینم که در این حالت حکومت سکوت اختیار بکنه. حالا با فصل جدید یا با بهار جدید 95 جنگ های موسمی طالبان هم آغاز شد. دیروز تقریبا 3 روز از 3 روز به این طرف در ولسوالی کوهستانات دوم یعنی لولاش و بندر تقریبا 3 روز به شکل بسیار شدید جنگ در اوج جریان داشت. بالای پوسته های مردمی
از اول سوالی از ولایت بادغیس و فاریاب و سرپل طالبان تجمع کردند، عملیاتشان بسیار این طالبان داخلی هستند یا از بیرون از افغانستان وارد این ولایت شدند؟ خود طبعا اگر یک تا و نیم تا به ندرت مترق شاز اگر از خود محل هم هستند یا بیرون از ولایت بیشتر هم طالبان محلی هستند یقینا. دیروز خود باشندگان ولایت فاریاب از ولایت بادغیس، از ولایت سرپل، از سه ولایت اینا به گونه مثال حشر کرده بودند در اونجا، عملیاتشان بسیار به شکل شدید آغاز کردن، اما با مقاومت نیروهای مردمی مواجه شدن، از اونجا شکست کردن، عقب نشینی کردن، از تلفاتشان اطلاع دقیق بدن. بله آقای سراب، چی راهکارهای وجود دارد تا اگر امنیت برقرار شود طبعا در بخش بازسازی، در بخش صحت، در بخش معارف هم میتوان کارهای بسیار خوب را انجام داد مسئولان، و چی راهکارهای وجود دارد تا حکومت به پیش بگیرد تا تمام ولسوالی هایی که یا روستاهایی هایی که تحت کنترل طالبان مسلط قرار داره واپس به تصرف حکومت قرار بگیره؟ یک ذره حکومت ما از نظر میست که راهکار که بتونه از این همه نابسامانی ها جلوگیری بکنه، حکومت بتونه در سطح ارزی خدماتش یک ذره شتابان گام بگذاره. اگر امروز سطح ارزی خدمات حکومتی را برای ملتش اگر شما بس مقایسه بکنین به صفر تقرب کرده، اصلا حکومتی اگر بگه وجود نداره، نسبت به ملتش ترحم نداره، دلسوزی نداره، واقعیت ما مبالغه نکردیم. اگر حکومتی وجود داشته باشه، قانون تطبیق شوه، معارف سر پای خود احساس شوه، در بخش صحت هم کار مردم باشه، در قسمت ترمیم سرک ها مردم حکومت اگر تشویق بکنه، یقینا مردم با حکومت همکار است. این نابسامانی های وجود داره که مردم با گذشت روز از حکومت فاصله میگیرن و حکومت را محکوم به ناکارگی، حکومت را محکوم به فساد، حکومت را محکوم به بیکارگی میسازن که اکثرا خود شما شاهد هستین، جوانای ما از بیکاری سرمایه های فکری وطن در حال فرار است. ما اما فرار هم راه حل نیست آقای سیلاب، فرار هم راه حل نیست. ما این هم توصیه میکنیم برای جوانایی که وطن اگر بخواین واقعا به اون بیگانه ها و اجنبی ها بگذارن که وطن به یک اما نمیشه که زمانی که وضع افغانستان خوب نباشد جوانا فرار بکنن و دوباره که وضعیت بهبود پیدا کنه پس دوباره به افغانستان بیان، پس این افغانستان کی بسازه؟ خب این مکلفیت هر فرد طبیعی کشور است که باید در قسمت ساختار افغانستان سهمی بارز داشته باشن، مستقیما سهم بگیرن. جوانان را هم توصیه ما است که من حیث یک جوان، من حیث یک همکارشان، من حیث خادمشان این وطن را نگذارن تنها بیاین، دست به دست هم داده از این ناهنجاری ها وطن نجات بتن از این فلاکت و حالت رقتبار، با حکومت خودم همکار باشن، حکومت هم یک انداز توجهی در قبال ملتش داشته باشه. خواهش ما از حکومت مرکزی است که در قسمت ولایت دوردست، ولایتی که دشوار گذر و صعب العبور است، یک انداز توجه لازم رو به خرج بتن تا بتونن مردم را اعتمادش یک بار دیگر به دست بیارن. بله، و حالا هماهنگی میان مردم فاریاب و مقامات امنیتی و دولت چگونه هست؟ خب ما جامعه مدنی فاریاب یک برنامه به نام تحکیم روابط دولت با ملت ایجاد کرده که اونا همه روزه یا در هر هفته اونا یک نشست را با اشتراک علما و جامعه مدنی و استادان مکاتب و پوهنتون و دانشگاه ها همگی حضور پیدا میکنن با فراخواندن یک تن یا دو تن از مسئولین دولتی محلی. این مسائل رو دنبال میکنن که بیشتر کوشش میکنن که ارتباطات دولت با ملت مستحکمتر بسازن. اما و این اجلاس چقدر بر تامین امنیت و بر بهبود و وضعیت باشندگان فاریاب اثر مثبت داره؟ کدام چی؟ همین اجلاس که شما گفتین که همیشه برام اندازین و با مسئولین نشست میکنین با جامعه مدنی و علما. خب مردم عام یا رعیتی همیشه وقت آرزویی را دارن که بتونن به شکل مستقیم خواستهای برحق خود با مسئولین شریک بسازن، و این یک زمینی هست که میتونه این مسئله شریک ساختن نظریات با مسئولین درجه یک ولایت شریک بسازن، زمینه را مساعد ساختن و مردم هم به شکل رو در رو اونجا با مسئولین دولتی مشکلات خود میتونه مطرح بشه. آخه شما فکر میکنین که در عدم همکاری مردم با دولت، همین دولتی که در افغانستان حاکم است، بتونه تمام توقعات مردم رو برآورده بسازه؟ ما فکر میکنم به هیچ وجه تا مردم با حکومت اگر همکار نباشن. اما شما میگین که روز به روز مردم فاریاب از حکومت فاصله میگیرن. خب پس چگونه میتونه که بله مسئولان درجه یک فاریاب یا دولتی به توقعات مردم رسیدگی بکنن؟ ما شاید رسانه های شما در جریان باشن، در 18 کیلومتری شهر میمنه یک دختر بجور میازی که با تلفن صحبت کرده بود طالبا رو شلاق زدن، و در 5 کیلومتری 4 کیلومتری هر شب موترها متوقف میشه. پس این خرابی وضعیت امنیتی نیست چی است؟ اینمی باعث میشه که آیسته آیسته مردم از حکومت فاصله بگیره، اوضاع امنیتی هم خراب شده. در صورتی که اگر مردم با حکومت همکار باشه میتونن از هر حالتش اینا جلوگیری بکنن،
اما شما فکر کردین که مردم همکار نیستن با دولت؟ هستن، به اون سطحی نیست که حکومت از مردم توقع داره. گفتم امی همکاری و کمک هم هر دو لازم مرزم یک دیگر است. آقای آیدین ببینین، اگر حکومت با مردم کمک نکنه، در قسمت تامین امنیتش تلاش نکنه، در قسمت معارف و صحت و سرک و کلینیک و بعضی مسائل دیگه اگر توجه نداشته باشه، مردم هم سطحی نمی کمک خود پایان میرن، همکارای خود که بله. حالا اکثریت روستاهای اولسوالی های فاریاب تحت کنترل طالبان مسلح قرار دارن، چون شما اشاره کردین روستاهای اولسوالی های گرزیان، المار، قیصار یا دیگر مناطق فاریاب، شما زمانی که با مسئولان درجه یک یا مسئولین محلی فاریاب در این مورد صحبت میکنین، کدام برنامه در آینده دارن تا این مناطق را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی بکنن؟ خب اونا پلان های 95 خود را برای فعلا ترتیب دادن، پلان سالانه داره ولایت، خصوصا نهادهای امنیتی هم پلان دارن. اما پیشتر عرض کردم که فراموش نشه که ما تشکیلات نظامی آنچنانی نداریم که بتوانیم در برابر حملات تهاجمی طالبان ما هم بتوانیم در مقابل از اونا حملات تهاجمی را آغاز بکنیم. طالبان برای فعلا با گذشت روز به مراتب از گذشته مسلح‌تر میشن، قوی‌تر میشن. طالبان هم با مو امکاناتی که اردو در اختیار داره، طالبان هم امور در اختیار داره. برای فعلا 7-8 اراده تانگ هاموی زیر پوش نزد طالبان است. از کجا گرفتن این تانگ ها را؟ از همین جنگ های غرماچ، قیصار، المار. چند روز پیش یک تانگ را گرفتن از ولسوالی دولت آباد که شبانگام طالبان حمله کردن بالای پوست های مردمی، یک تانگ را از اونجا گرفتن که خراب شد و به مجاوج آتش زدن. یک تانگ را به ولسوالی نام خوجا ناموسا چند روز پیش جنرال سیف دوست موسوی رفته بودن، در اونجا یک تانگ را از اونجا گرفتن از پیش قمندان قطعه شارا. این زمین جنگ هایی که ولسوالی های المار، قیصار، غرماچ، خوجا موسا، دولت آباد مسیری شهرها واقع میشه، از اونجا میتونه وضعیت شهرها چگونه است؟ مثلا شهرهای میمنه و گرزیان، میمنه و المار، میمنه و قیصار و میمنه و اندخوی یا شبرغان. برای فعلا وضعیت شهرهای اندخوی الا میمنه، پیشتر هم گفتم که احد من الناس، یعنی هیچ کس، چی فردی عادی باشه، چی فردی که مربوط به حکومت یا کارمند نظام باشه، کارمند دولت، جان از اینا در خطر است. اینا محفوظ نیستن، به شکل قاچاقی رفت آمد میکنن. دیشب هم گفتم 12 متر اونجا گشتاندن. طالبان هم همه روزه به شکل بسیار عادی در شهرهای انخوی فاریاب میبرن، هر کسی رو که دلشان بخواد از متر پایین میسازن و هر قانون رو که خودشان دارن سر از تطبیق. پس با این حال میتونن گفت مسئولان که در فاریاب هستن اصلا کار برای مردم نکردن؟ گفتم توانایی ظرفیت امیر مسئولین امنیتی ما در فاریاب ندارن. شخصا قمندان امنیه ولایت فاریاب یا قمندان کندک بوده جنرال صاحب دوستم یا حکومت مرکزی لازم دیدم این حیث قماندان امنی ولایت فاریاب آمده، گرچه آدم محاربوی هست، یک کسی که تجربه در بخش امنیت داره ولی نتونسته کار رو بکنه. یکی نتونسته، بارها ما هم سوال کردیم، همیشه وقت ملامت مردم خود فاریاب میدونن که شما با حکومت هم کار نیست. یعنی شما فکر میکنین که کسانی که در رأس قرار دارن اصلا افراد مجرب و کشته نیستن؟ نه بله، یقینا نمیتونن. پس با این حال وضعیت واقعا نگران کننده است. وضعیت واقعا نگران کننده است. قبل از اینکه والی صاحب براود، حوزه امنیتی داخل شهرم آنچنانی نگران کننده بود. بعد از رفتن والی صاحب به فاریاب یک گارنیزونی تشکیل شد، تشکیل از اردو و پلیس و امنیت و نظم عامه. همین اختطافایی که هر شب یک قضیه دو قضیه اختطاف داخل شهر صورت می گرفت، اندکی از همین گپ هم کاسته شده. برای فعلا اختطاف هم تقلیل یافته، در ما اگر یک تا دو تا اگر باشه و مسائل امنیتی توانست کنند. و شما هم به صفت نماینده منتخب مردم فاریاب در شورای ولایتی ولایت این ولایت، حکومت را مسبب اصلی افزایش ناامنی ها در این ولایت میدانید؟ حکومت مرکزی را، حکومت محلی را یقینا پیشتر هم عرض کردم نتوانستن کار را بکنن که مطابق خواست مردم بوده باشه، مطابق میل مردم بوده باشه. مردم واقعا حکومت را به سخت‌ترین شرایط که ما شاهد حالش بودم رفتن به می حکومت رأی دادن، هر دو طرف را، هر کس به میل خودش انتخاب کرد، حکومت را تشکیل دادن، سهم گرفتن به ساختار از حکومت. توقع مردم از حکومت را هم در بدل اینمی که حکومت را در نظام دموکراسی هم حاکمیت از آن مردم است، میگه مردم حال برای فعلا حاکمیت را هم ندارن که بتوانن حکومت خالی بسازن، که تو واقعا حاکمیت از آن مردم است، تو بتوانی امنیت را تدمیم. یکانه رکنی هم مهم اساسی که مردم
خواهان تطبیق از او هستند، تامین از او هستند، امنیت است. بله، سپاسگزارم آقای سبغدالله سیلاب، عضو شورای ولایتی ولایت فاریاب، از اینکه در بحث ما حضور یافتین. سلامت باشین، تشکر از شما، موفق باشین. سپاسگزارم از اینکه همراهی ما کردین. پس از درنگ کوتاه، برنامه آغاز روز همچنان ادامه خواهد داشت. لیدونکو ستړي مشي سهار مو نیک مرغه آرینا نیوز خبره زی پایل آغاز روز خبرونه ګوري. دې برخه کې د خبرونه په کومه موضوع چې موږ غواړو بحث ولرو، موږ لیدونکو اوسې کې مهمه موضوع ده، د کاډوالو موضوع ریپورت هم په دې اړه لرو. ریپورت ګورو، تر ریپورت وروسته راځو د میلمه سره خبرې کوو. پناهجویان و بنبست رسیدن به اروپا. به تازگی دولت یونان پناهجویان را به شکل اجباری اخراج کرده و به ترکیه می فرستد و گفته می شود که از طریق ترکیه به کشورهایشان بازگشت داده می شوند. با این حال این تنها سوری ها هستند که مورد استثناء قرار می گیرند. حکومت افغانستان در واکنش بر روند اخراج اجباری پناهجویان افغانستان می گوید این اخراج بدون تفاهم و در نظرداشت شرایط پناهجویان خلاف قوانین پناهندگی است. به صورت رسمی تا هنوز دولت ترکیه به ما چیزی را شریک نساخته، اما گفته میشه که اینا اخراج اجباری میکنن و دوباره اینا را میفرستن به افغانستان، که موقف دولت افغانستان در این قسمتی است که ما هیچگونه اخراج اجباری را پذیرایش نخواد بودیم، الا ای که در چوکات تفاهمنامه چه با کشور ترکیه و چه هم با سایر کشورهای اتحادیه اروپا باشد. وزارت عودت و مهاجرین این اخراج را برایند تفاهمنامه تازه اتحادیه اروپا و کشور ترکیه می‌داند و می‌گوید حکومت افغانستان تا کنون به گونه رسمی از این تفاهمنامه خبر ندارد. تنها 250 تن آماده برگشت به ترکیه بود که اونا روز گذشته و امروز و فردا قرار است انتقال پیدا بکنند، که در میان از افغان‌ها هم حضور دارند. بحران پناهجویی که افغانستان را در رده های نخست جدول پناهندگان قرار داد. شهروندان افغانستان پس از جنگ های داخلی و پدید آمدن طالبان در این دوره یک بار دیگر دست به مهاجرت های گسترده و مرگباری زدند. پا همدی بس که رس را پاس چودیو که دی کردوالو او بیرترستانی دون که چار وزارت مدباتی سلاکر خغلای حفیظ میاخیل خرغلا سرته میاخیل سیب دیرمان سلامت سی میاخیل سیب اوس دا چه دی افغانانو بیرتر ایستلو موضوع شوی دا افغان حکومت وای چه منگا داغ موضوع زمونگ دی پار دی منلو ور نده افغان حکومت هاگ وقت چه دی مهاجر و تک نوی پیل شوی و ولی دی اروپایی هیوادون یا هم نور هیوادون سر خبری و نکرلی چای واقعا دوی داغ گنجایش لری چو باید دوی داغ کردوالو منی اوس خو موضوع خبره اوس خلا خبری تیره ده تاسو نیوا وروشی تاوزا موضوع بله لمره تاسی و بیاد تلویزون لیدون کو تخبل سلامون اونه که هیلی براندی کما پر اختیار هم چه ده کردواله مسئله پا دی وروسی که پیو بحران بندی بدل شوی گنو خلکو لیوشمیر جگرزا پولو هیوادونو لکه افغانستان، سوریه، عراق و یوشمیر نور هیوادون نو سخا اروپایی هیوادونو تا په غیر قانونی لارو ځان اروپایی هیوادونو تا ورسول یوازې په 2015 کال کې 2.5 لک افغانانو اروپایی هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې او دوی یوازې د مدیترانې د سمندر له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول، چې په دې کې زموږ ګڼو هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړ. نو ستونزې ډېرې شوې په اروپا کې، هم قوانین او پالیسۍ په دې برخه کې تغییر وکړ او دوی خپل قوانین سخت کړل، پر پولو محدودیتونه وضع شول. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت هڅه کړې تر سولو اروپایي هیوادونو سره په دې برخه کې یو تفاهم ته ورسیږي. مخکې یو شمیر هیوادونو غوښتل چې افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې وباسي، هغه پناه غوښتونکي چې د دوی اسناد نه دي منل شوي دوی غوښتل چې په زور یې وباسي. خو زموږ د ناستو نتیجه هم همدغه وه چې دوی ومنله که هره پرېکړه کېږي هغه باید د یو تفاهم په چوکاټ کې وي او د دوی
اجباری استنه څخه تر دې مهاله پورې مخنیوي شوی او هغه هم و منله چې که هر پریکړه کیږي هغه باید یو تفاهم په چوکاټ کې وي او د وزد لپاره منګه هم غواړو چې هر تصمیم چې نیول کیږي هغه باید یو تفاهم په چوکاټ کې او پرته له تفاهم څخه منګه به اجباری سل د وزد لپاره نه منه. آلمان هیواد یو څو وخت په خوا تاسو هم په جریان کې چې دوی ویلې موږ تقریبا تر یو لکو مهاجرو ته اړتیا لرو چې په خپله خاوره کې ځای ورکو وی منو، اوس هغه موضوع څنګه شوله؟ آیا د کډوالو چارو وزارت په دې موضوع کې په جریان کې و؟ ورسره ځکه ډېر افغانان چې د آلمان یا د اروپا په تمه لاړل همدغې موضوع خلکو ته یو دلچسپي ورکړله. رښتیا هم یو له عمده عواملو څخه چې زموږ هیوادوال هیواد پرېښودل همدغه و چې په لومړیو کې یو شمېر اروپایي هیوادونو اعلان وکړ چې موږ کډوال منو د ناامنیو او اقتصادي ستونزو تر څنګ یو عامل همدغه هم و چې زموږ هیوادوال هیواد پرېښودل او اروپایي هیوادونو ته لاړل، خو کله چې دغه 2.5 لک کسان هلته لاړل هغوی هم په خپل منځ کې ستونزې پیدا شوې، په اروپا کې هم هلته پر پولو محدودیتونه وضع شول، دوی خپل سیاست د کډوالو په تړاو باندې بدل کړ او نو موږ خبرې کړي نه یوازې له آلمان سره، له یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره هم موږ پر تفاهم لیکونو باندې کار کوو چې پر دغه تفاهم لیکونه له جرمني سره زمونږ د تفاهم لیک مساویده نهایي شوه، مونږ دغه مساویده به پراتلونکو څو ورځو کې مونږ له جرمني سره شریکه کو، له هغه نه وروسته د افغان حکومت او د جرمني ترمنځ رسمي مذاکرات پیلېږي، بیا یو هوکړه لیک لاسلیک کیږي، د همغه هوکړه لیک پر اساس باندې تصمیم نیول کیږي. نو یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره هم د اتریش د غیر مقیم سفیر سره مونږ 13 ورځې یو ناسته درلو دا لو تریش سره هم افغان حکومت واړی یو تفاهم لیک لاسلیک کړي. دا هم څه وسی کې تفاهم به څه وسی کې افغانان هلته پاتې شي او که زورونه بسل شي. ګوره مونږ چې کومې ناستې درلودې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره، د دوی له سفیرانو سره په بهر کې دننه همدارنګه په کابل کې خبرې دا وې چې هغه افغانان چې تللي د نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو پر اساس د دوی د پناه غوښتنې اسناد باید په جلا جلا ډول وڅېړل شي، دا زموږ غوښتنه وه چې هغوی هم ومنله او د دوی د پناه غوښتنې اسناد په جلا جلا ډول څېړل کیږي. که چیرې هغه افغانان چې د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي نو زموږ غوښتنه دا وه چې هڅه باید دا وشي چې په داوطلبانه ډول د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي او داسې پروګرامونه جوړ شي چې دوی خپله وهڅول شي چې خپل هیواد ته راستانه شي. خو یو شمېر کسان چې د پناه غوښتنې اسناد یې رد کیږي او هلته نه منل کیږي، نو د دوی په اړه پریکړه دا باید یو تفاهم لیک په چوکاټ کې وي او همدغه تفاهم لیکونو باندې موږ کار کوو، نه یوازې له جرمني سره، له یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره، او په مجموع کې یو واحد تفاهم لیک افغان حکومت غواړي چې له اروپایي ټولنې سره لاسلیک کړي. نو په دې برخه کې څو وزارتونه په ګډه کار کوي، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دغه یو تخنیکي ټیم جوړ شوی چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یې مشري کوي، د بهرنیو چارو وزارت، کورنیو چارو وزارت، کار او ټولنیزو چارو وزارت، د ملي امنیت شورا، دوی په ګډه کار کوي تر څو له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک شي، بیا د هماغو تفاهم لیکونو پر اساس باندې تصمیم ونیول شي. نو تر اوسه پورې یو شمېر زموږ یو شمېر هیوادوال په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي، خو موږ د اجباري استنې شاهد نه یو تر دې نه، ځکه دوی هم موږ سره دا خبره مني. اوس هغه چې آلمان ته رسیدلی خو سمه د هغوی به ځان لپاره یا څه برابر وي، یا به خپله د آلمان هیواد تر څو چې دوی راوصل کیږي او څه د ژوند لپاره به یو څه امکانات ورته برابر کړي. افغانان چې د یونان او د ترکیې ترمنځ پراته دي هلته په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، د خو د پاره د کډوالو چارو وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ګوره مهاجرت په اصل کې خپله یوه ستونزه ده. دغه زموږ هیوادوال چې لاړل په دغه غیر قانوني لارو او په دې قاچاقي سفرونو، دوی نه یوازې هلته په کوربه هیوادونو کې بلکې په لاره کې هم دوی له ګڼو مالي او ځاني زیانونو سره مخامخ شول. زموږ هیوادوال یا ګڼو خلکو په سمندرونو کې ډوب شول، دوی زندانی شول، ګڼو مالی او ځاني ځانونو سره دوی مخامخ شول. بلاخره چې دوی هلته هم و
ورسیدل هلته هم په هغه کمپونو کې چې دوی ژوند کوي په ډیرو سختو شرایطو کې دوی هلته ژوند تیروي او دوی ته په سمه توګه هغه انساني حقوق نه رسول کیږي. نو ستونزې شته دا منو په دې برخه کې هم زموږ هڅې جریان لري. د ترکیې له سفیر سره هم خبرې شوي دي که چیرې د ترکیې سره که هره پریکړه کیږي هغه به هم د تفاهم لیک په چوکاټ کې وي. د ترکیې سره به هم موږ خبرې وکړو. هغه افغانان چې بیرته له یونان څخه ترکیې ته استول کیږي په دې برخه کې البته هسې جریان لري او موږ به له ترکیې سره هم که هر تصمیم نیول کیږي هغه به د تفاهم چوکاټ کې وي. اوس تر څو چې تاسو هڅې عملي کیږي هلته خو افغانان وصل کیږي د یونان څخه ترکیې ته رالیږي، یعنی پرته له تفاهم لیک څخه که افغانان وویستل شي او وا تر اسانه شي مونږ نه منو په هیڅ صورت هم. یوازې مونږ د هغه کسان چې د طالبانه ډول افغانستان ته راځي مونږ ورته هرکلی وایو او د اجباري ستنې په اړه که پریکړه کیږي هغه باید د تفاهم چوکاټ کې وي. یعنې تر اوسه پورې د یونان څخه ترکیې ته یا افغانستان ته هیڅ کډوال اجباري توګه نه دی راغلی؟ له یونان څخه نه یوازې افغانان بلکې له نورو هیوادونو څخه کډوال د یونان له ټاپوګانو څخه یو شمېر کډوال ترکیې ته استول شوي، خو په ترکیې او نورو اروپایي هیوادونو سره څخه تر دې دمه که د اجباري استنې شاهد موږ نه یو. که داسې کومه اجباري استنه هم وي که زموږ هیوادوال په اجباري ډول ایستل شوی، دلته په میدان کې موږ نظارت لرو او که پرته له تفاهم څخه دا کار وشي موږ یې نه منو. او یوه کورنۍ مخکې له ناروې څخه ډیپورټ شوې وه، موږ څېړنه وکړه، بیرته دغه کورنۍ مو بیرته واستوله ناروې ته. نو یو شمېر خلک په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي. یوازې زر کسان په تیرو څو میاشتو کې له جرمني څخه په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي. د دې تر څنګ په تیر 2015 کال کې له 900 څخه ډیر افغانان په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي. یو شمېر زموږ ځوانان هیوادوال چې هلته لاړل د ژوند سخت شرایط یې هلته ولیدل، له ګڼو مالي او ځاني زیانونو سره ځانونه هلته ورسول. بالاخره اوس هغوی هلته هغه وضعیت یې چې وکت هغوی اوس پښیمانه دي، بیرته راځي. نو د ژوند شرایط هلته هم سخت شوي. د دوی د پناه اخیستلو مسله یو ډېره ستونزمنه او ډېره اوږده پروسه ده. نو دوی اوس همدا اوس په جرمني کې 1500 کسان چمتو دي چې بیرته په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. نو زموږ غوښتنه هم له هیوادوالو څخه دا ده چې له غیر قانوني مهاجرتونو څخه دې دوی ډډه وکړي، دوی دې په خپل هیواد کې پاتې شي. ګورئ هیڅ هیواد هم د ځوان نسل له انرژۍ او مبارزې پرته پرمختګ نشي کولای. نو افغانستان دوی ته اړتیا لري. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دې په خپل هیواد کې پاتې شي او که سوله امنیت هر څه همدغه ځوانانو پورې تړلې ده. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دې د دغو غیر قانوني مهاجرتونو څخه دې ډډه وکړي. اوس که دوی راشي کډوالو چارو وزارت په ټوله کې افغان حکومت څه چمتووالی د دوی د راتګ دپاره لري؟ د اوس مهال دپاره هغه کسان چې په خپله خوښه راځي، افغان حکومت مکلف دی چې خپل اتباع په خپله خاوره کې ومني. هره کورنۍ چې دلته راځي مستحقو کورنیو ته یو نمره ځمکه ورکول کیږي. په ډیرو کمو او ناچیزو امکاناتو چې افغان حکومت لري یو نمره ځمکه ورته ورکول کیږي. د دې تر څنګ د همغه کوربه هیوادونو لخوا او د آی او ایم لارې له دوی سره هم یو مقدار نقدي مرستې کیږي. د دوی د هغه راتګ مصرف او مصارف ورکول کیږي. نو خو په راتلونکي کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې اسناد یې رد شوي او کچیرې احیانا هغوی افغانستان ته واستول شي، په دې برخه کې دا کار باید یو تفاهم چوکاټ کې وي. او په دې برخه کې به په افغانستان موږ له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره کار کوو تر څو یو شمېر هیوادوال مو چې د پناه غوښتنې اسناد یې رد شوي که چیرې دوی دلته واستول شي، نو دلته باید دوی ته د کاري زمینو په برخه کې همدارنګه د دوی ته د مسلکي او حرفوي د زده کړو د پروګرامونو برابرول او پر نورو مسایلو موږ کار کوو. اوس څه کولی شو مثلا د کډوالو چارو وزارت او په ټوله کې افغان حکومت څه کولی شي چې د دغو غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي؟ د اوس دپاره د افغان حکومت لومړیتوب هم د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوی دی په هیواد کې. موږ په ګډه په داسې پروګرامونو کار کوو له اروپایي هیوادونو سره تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو کچه یا ټیټه شي او یا هم د دغو غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي په هیواد کې.
په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه یوه مهمه لاره ده چې موږ پې کار کوو. د عامه پوهاوي پروګرامونو ته به موږ نور هم پراختیا ورکړو او داسې تبلیغات به وکړو د انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق د ناوړه پایلو په اړه به موږ هیوادوالو ته معلومات ورکړو. د دې تر څنګ له انساني قاچاق سره مبارزه بله مسله ده چې موږ پې کار کولو یو شمېر هیوادونو سره او د افغانستان په امن ولایتونو کې د کاري زمینو په برابرولو کې پانګونه. دا هغه مسایل دي چې د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په برخه کې موږ هم دې موضوع ته زر اتللم چې مثلا د کار د کاري فرصتونه که افغانانو لري وسامه پوهاوي ته فکر نه کوم چې ډېره اړتیاوي ځکه هر څوک پوهیږي په خپل ژوند باندې خصوصا افغانان پوهیږي خو د یو مجبوریت له مخې ځي نورو هیوادونو ته. اوس آیا د اروپایي ټولنې سره هم داسې خبرې شوي دي چې هغوی د هغوی مرستې د هغوی د کاري فرصتونو زمینې برابرول دپاره هغوی سره خبرې وشي چې په افغانستان کې د خلکو دپاره ځینې کاري پروګرامونه ولري تر څو دوی نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ نه شي؟ ګورې زموږ یو شمېر دا منو چې یو عمده لاملونه چې زموږ هیوادوال هیواد پرېږدي هغه امنیتي او اقتصادي ستونزې دي او بېکاري ده. خو د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې باید هم کار وشي ځکه زموږ یو شمېر هیوادوال په دې نه پوهیږي او قاچاقچیان دوی ته د دوی څخه په یوه بانه او بله بانه پیسې ورکوي. دوی د دغو خطرناکو سفرونو او همدارنګه دوی چې هلته ځي دغه قوانین ډېر سخت شوي په اروپایي هیوادونو کې یو شمېر کسان د دغه مسایلو څخه پوهاوی نه لري. نو په همدې عمله دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه کولی شي چې په دغه برخه کې ډېر اغېزمن تمام شي. همدارنګه د کاري زمینو په برخه کې هم موږ چې دغه تفاهم لیکونه لاسلیک کوو په همدغه تفاهم لیکونو کې هم کاري زمینې او دا مسایل شامل دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي تر څو دلته د حرفوي او مسلکي زده کړو پروګرامونه جوړ شي. همدارنګه دوی داسې ورو د بازار له اړتیاو او غوښتنو سره سم دوی وروزل شي. دوی حتی دریمو هیوادونو نورو هیوادونو ته د کار دپاره واستول شي او دلته په هیواد کې د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې پانګونه وشي او افغان حکومت سره مرسته وشي. نو پر دې مسایلو موږ په یو شمېر اروپایي هیوادونو سره کار کوو تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شي او ځوانان مو له غیر قانوني مهاجرتونو څخه ډډه وکړي او دغو خطرناکو سفرونو ته مخه ونیسي. بله، اوس بالاخره حکومت د دې توان لري چې دغو مسایلو چې تاسو یادونه کړې سره مبارزه وشي؟ حکومت په یوازې توګه نشي کولای هغه چې داسې شرایط او داسې پروګرامونه برابر کړي چې هیوادوال هیواد پرې نږدي. د دې تر څنګ یو شمېر کسان چې هیواد ته راستنېږي دوی ته په هیواد کې د ژوند د اسانتیاو برابرول په دې برخه کې افغان حکومت د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري او موږ خبرې کړې چې په ګډه له دوی سره په ګډه کار کوو تر څو داسې پروګرامونه جوړ کړو. ډېره مننه کوم. سلامت اوسئ. آماج قرار دادن آمریکا باید روی رانه های هراس افکنان باشد. اگر جامعه جهانی به ویژه آمریکا می خواهد که صلح و گونه واقعی در افغانستان تامین شود، باید رانه های اصلی هراس افکنان را آماج قرار دهد. شماری از سناتوران کشور با ابراز این مطلب میگن که از چند سال به این سو روند گفتگوهای صلح به نتیجه نرسیده و موانع زیادی در برابر این روند به میان آمده است. این سناتوران از حکومت می خواهند تا در روند صلح محتاط باشد و هیچ دستاورد قربانی این پدیده نشود. پس از فروپاشی رژیم طالبان و حضور جامعه جهانی در افغانستان، انتظارها بر این بود که جنگ در افغانستان پایان خواهد یافت. اما در این مدت نظامیان افغان نبرد را در برابر مخالفان مسلح دولت به پیش میبرند و این مخالفان همواره به خواست صلح طلبانه جواب رد دادند. شماری از سناتوران میگویند که اگر جامعه جهانی و آمریکا واقعا میخواهند که صلح در افغانستان تامین شود، باید لانه های اصلی هراس افغانان را در بیرون از افغانستان آماج قرار دهند. بیا برنامه په ختمول باندې دغه سول نشی راتلی، امنیت نشی تامین دیلی که واقعا امریکا صداقه لري، جامعه جهانی صداقه لري چې دې وطن کې سول راشي او د طالبانو سیستم او نظام ختم شي، دغه طرز او فکر ختم شي. نو غوښتنه داره چې باید په عملی شکل باندې دوی اقدام وکړي او دغه سرچینې دې باید وچکي. بدبختانه سوله هغه چا نه موږ سوله غواړو چې دغه کلید بل چا سره ده،
کلی دا چا سر چا افغانستان نشیدله په افغانستان کې کوم حکومت نشیدله په افغانستان کې نظام نشیدله په افغانستان خلک او سوکال او رام نشیدله. در همین حال شماری دیگری از سناتوران تاکید می‌ورزند که اگر پیشرفت در روند گفتگوهای صلح وجود دارد، حکومت باید موانعی را در این مسیر از میان بردارد و این روند را به نتیجه برساند. صلح باید یو بین‌المللی تضمین ولری، ضمانت ولری او نظارت باید وسی. او هغه گروپونه چې د سوری د پروسی خنکیږي د افغانستان حکومت ته پکار دی چې هغه باید د مسیر د لارې نه یو خواته کی او غوی توخ ور نکی چې د سولې پروګرام ته مانی وسی. از چند سال به این سو حکومت افغانستان برای برقراری صلح در افغانستان شورای عالی صلح را ایجاد کرده است، اما مخالفان مسلح دولت خواست صلح طلبانه حکومت را همواره با حملات عراس افغانانه پاسخ دادند و روشن نیست که چه زمان این مخالفان حاضر به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان خواهد شد. بیشتر در این برای آقای گل احمد اعظمی و مجلس سنا را در استودیو با خود داریم. آقای اعظمی خیلی خوش آمدین به برنامه امروز. میخوایم در نخست بپرسم که آیا صلح با سعیم ساختن گلبدین حکمتیار در حکومت به دست میاد؟ سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز تلویزیون. صلح آرمان دیرینه مردم افغانستان است. تقریبا اضافه 3 دهه مردم افغانستان به آتش جنگ میسوزه، قربانی میده و ما فکر میکنم در هر فامیل، در هر خانواده ما یک شهید یا یک معلول داریم و به این راستا چون سال 35-40 سال میشه که مردم آرمانش است و کار است که تلاشای و گامای عملی برداشته شود. یک سیستم، رابط و یک میکانیزم خاص باید داشته باشه تا مردم افغانستان بفهمند که مسیر رای ما کجاست و ما چی وقت به صلح میرسیم. مگر متاسفانه که چون جنگ افغانستان یک جنگ داخلی نیست، بودهای مختلف خود داره، هم بود داخلی خود داره، هم بود منطقوی را داره، هم بود جهانی را داره. بدون حمایت جامعه جهانی، بدون کمک و همکاری کشورهای منطقه، کشورهای همسایه، صلح به وجود آمده نمیتونه. صلح باید صلح فراگیر باشه، نه تنها با یک گروه، با یک گروه، با یک حزب، با یک تنظیم. و هر تنظیم یا گروهی که به این پروگرام میپیونده، چی حزب اسلامی است از او یا چی طالباست، مخالفین حکومت افغانستان، مخالفین مسلح حکومت افغانستان، حکومت افغانستان باید از او استقبال کنه که با حفظ دستاوردها، با حفظ ارزشها، ارزشهای نمو دموکراسی است، همو حقوق زن است، حقوق بشر است و قانون اساسی ما است در این راستا. بعدن که ادغام صورت میگیره، به پروسی صلح میپیوندن، مردم افغانستان است که تصمیم میگیره که قانون اساسی تغییر کنه یا نی، کدام کارا باید صورت بگیره. مگم به این راستا بدون حمایت جامعه جهانی، ما دیروزم یادآوری کردم، بدون نظارت و ضمانت امریکا، چین، روسیه، فرانسه، انگلیس، همه اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد که واقعا اونا تاثیرگذار است، ما به یک صلح واقعی رسیده نمیتونیم. و بدون همکاری پاکستان، پاکستان هم یار همجوار ماست و دقیقا به این جنجال و به این مشکل و به این بدبختی که ما را سردوچار ساخته، خود از ما درگیر شده و صداقتی از ما میتونه که ما را به یک هدفی واقعی که موارمان مردم افغانستان است برسانه. بله. آیا حکمتیار میتونه اثرگذاری داشته باشه در این راستا برای حفظ قانون اساسی کشور، همچنان این همه دستاوردهایی که در عرصه زنان، در عرصه بازسازی داشتیم، حفظ بکنه؟ هر گروهی که از جنگ دست میکشه، هر حزب و سازمان و نهادی که مسلحانه مبارزه میکنه و در چوکات اصول و قوانین افغانستان میخواد که فعالیت‌های خود ادامه بده، این مؤثر است. ای چی آقای حکمتیار باشه، چی یک طالبا باشه، هر کس که باشه، ما باید با فال نیک بگیریم. مگر متاسفانه که بعضی مشکلات ها به داخل از کشور هست. کشور ما و شما رو خود میفهمین که در سال 1371 جنگجال هایی که در کابل پیدا شد، حکومت هایی که مثلا در محلات مختلف افغانستان بود، در شمال یک حکومت بود، به غرب افغانستان دیگه حکومت بود، به این استقامت های در خود کابل دارالامان یک پادشاهی داشت، طرف خیرخانه دیگه حکومت بود،
دشت برچی دیگه حکومت داشت. اینی مشکلات ها و چالش ها هنوز هم تأثیرات خود داره و شما معلوم است که نماینده های حزب اسلامی میگن که بعضی گروه های در داخل حکومت افغانستان است که مانع پروگرام صلح میشه. ما تقاضای ما، پیشنهاد ما به تمام سازمان ها، به تمام گروپ هایی که چی داخل حکومت افغانستان است چی بیرون از حکومت افغانستان است و آرمان از وای است که جامعه را قانونمند بسازن و دموکراسی را نهادینه بسازن، اونا باید مانعی که برای دیگه نباشه، مانعی صلح نباشه. مردم ما با آتش سوختن، دیگه خاطری خوش از جنگجویا نداره، کسایی که دستای از وای به خون مردم افغانستان آلوده است. بیان بشینن سر یک میز، روی میز مذاکره و زیر یک سقف، مثل که همی 14-15 ساله که در این حکومت از به حساب از حزب دموکراتیک خلق افغانستان، حزب حاکم سابق بود، از طالبایی که با پروگرام صلح پیوسته از یا هستن، و مثلا کسایی که از غرب آمدن لیبرال هستن اونا هستن، از مجاهدینی که مثلا در حکومت سهیم هستن هستن، در زیر یک سقف فکر کنن که افغانستان متعلق به تمام افغانستان است، دیگر نی مسائل تنظیمی، نی سمتی، نی سیاسی، نی قومی و نی مذهبی را نباید دامن بزنن. فقط فکر کنن که افغانستان از ماست و ما به این راستا باید خدمت کنیم با مردم. آقای حکمتیار، در این اواخر چقدر واقعا در ناامنی افغانستان دست داشت و با اینکه حال حمایت آیسای پاکستان از استاده، چقدر میتونه اثرگذار باشه پیوستنش به روند صلح تا بتونه یک گروه جنگجویان را به میز مذاکره بکشانه، یا اگر کدام گروه قوی را بخواد حمایت بکنه رهبرش که حالا بخواد به صلح بپیونده اون گروه هم نخواد در افغانستان بجنگه، واقعا چقدر این گونه است که بخواد اثرگذاری داشته باشه؟ بدون شک و تأثیراتی که سابق در دوران جهاد حزب اسلامی داشت او تأثیرات خود به این نداره که یک بدنی قوی شمرای حکومت افغانستان است. به شما معلوم است که در کابینه بعضی وزرا، بعضی رئیسا، بعضی نماینده ها در شورای ملی در هر دو مجلس از حزب اسلامی است. بدنی دیگه ایش که بیرون از حکومت مانده، ما استقبال میکنیم به هر صورت و ارتباط سوال شما که شما فرمودید اون تاثیرات خود که مینیس یک حزب قوی و نیرومند در تمام ساحات افغانستان شاخی که حالا مثلا همراه حکومت نیست تاثیرات مؤثر خود داشته باشه، او قدر قوی و نیرومند نیست. خب باز هم طبعا در بعضی محلات نفوذ خود داره، هواخواه خود داره و ما حکومت افغانستان باید استقبال کنه از و کوشش کنن که به این پروگرام و به این روند صلح بپیوندن. هر نیرو، هر فرد، هر شخص، هر گروه و تنظیمی که اونا علاقمندی دارن با آوردن صلح به این کشور، او را ما باید به فعال نیک بگیریم، هر کسی که باشه. بله، حالا برای همه ظاهرن هم که معلوم است پیوستن آقای حکمتیار چنین اشخاص به حکومت یا به گفتگوهای صلح نمیتونه اثرگذاری بر تامین امنیت کشور داشته باشه، چنانچه ماموریت حمایت قاطی هم از افزایش تهدیدات حملات طالبان ابراز نگرانی کردن. فکر میکنین جای دادن به چنین اشخاص مجرم در حکومت به چه معنا میتونه باشه؟ یکی موضوع پیوستن به پروگرام یا روند صلح هست، آمدن به داخل نظام هست، و یکی دیگه موضوعی که شما گفتین که افراد و اشخاصی که اونا دست از به خون مردم افغانستان آلوده است. این افراد و اشخاص نه تنها در اپوزیسیون مسئله حکومت افغانستان وجود داره، در داخل حکومت افغانستان وجود داره. اگر محاکمه صورت میگیره بسیار کساس، اگر امروز تفنگش گرفتی، مرمی موتر زده برمیش گرفتی، اما موقفش گرفتی، مردم افغانستان حاجت به محاکمه نیست، اونا رو محاکمه میکنن، غیر از اینکه ارگان های عدلی و قضایی یک روز هم به این شهر گشت و گذار کردن نمیتونه. باز هم ما میرسیم به این که او موضوع بحث علیحده است. اگر حکومت افغانستان یا حقوق بشر یا جامعه جهانی به توافق خود نهادهای عدلی و قضایی ما او تو یک تصمیمی را گرفتن که افراد و اشخاصی که محاکمه شوند، کل مردم افغانستان که کسایی که مقصر هستند، او گروپ ها، نهاد ها و قومندان ها، همه باید محاکمه شوند و بدون شک یک روز محاکمه او افراد و اشخاصی که دستی از واب خونی مردم افغانستان آلوده است میرسه. ای که در هر سطح باشه، در هر موقف باشه، در هر مقام باشه. و اینمی مشکل عمده اینجا وجود داره، فاصله که بین حکومت و مردم افغانستان وجود داره این نیست که حکومت افغانستان به این راستا توجه نکرده. درست است ما میگیم که گذشته را باید یک طرف بمانیم، تعصبات یک طرف بمانیم، کلگی به خاطر آبادی از این کشور برزمیم، اما اصلا افراد و اشخاص معلوم الحاله که
قاتل مردم افغانستان است، چی در درون نظام است چی در بیرون نظام. ایره در راستای محاکمه ازیام به یک وقت و زمان که ما به یک صلح واقعی میرسیم، جامعه قانونمند میشه، ما میتونیم که اونا رو به میز و به دادگاه بکشانیم. آره خو این افراد و اشخاص در داخل حکومت افغانستان هم دست بالا رو داره. اما آقای عظمی، بیشتر ساختن این گونه افراد کار درستی است؟ با اینکه تجربه هم داریم که مثل از این اشخاص ما خواستیم در حکومت جای بتیم یا خواستیم در دولت یا بخوایم با مردم افغانستان یک جای زندگی بکنن، اما کاری هم نتونستن بکنن، وضعیت هم که شاهدش هستیم. من فکر میکنم اگه همی افراد و اشخاص هر روز هم دور بمانه، هر روز از ما قربانی میگیره. این حملات انتحاری رو میبینین، این جنگای رویایی رو میبینیم، رویاروی با هم میجنگه با مردم ما، با قوای مسلح ما. هلمند شما ببینین، شمال شما ببینین، جنگای کندوز ببینین. اگه واقعا اینا در داخل یک چوکات بین قانونمند شوه، ما میتونیم تا اندازه از امی کشتار، از امی بدبختی ها و مصیبت ها نجات بدیم. اما از امی تأثیر گذاری نداره. هر شخصی که میای بروند صلح میپیونده، خواستار یک چوکی، یک سمت است، فقط برای شخصا خودش، هیچ سود نمیتونه بر افغانستان داشته باشه. مرحله گذار مشکلات خود داره بدون شک. این مردم ها موقف میخوان، چوکی میخوان، کرسی میخوان. اگه اینا برای فعلا در داخل جامعه، اگر جامعه ما و شما قانونمند شوه، باز این موقف برای ازوا نمیده. مثلا موضوع انتخابات، فردا انتخابات می، انتخابات یک اصل دموکراسی است، این مردم باز رای نمیدن. وقتی که رای ندادن، اینا به انزوا قرار میگیرن، به گوشه قرار میگیرن و مردم نماینده های واقعی خود پیدا میکنن. همه قسم در داخل حکومت افغانستان وقتی نماینده واقعی در شورای ملی پیدا شد، اگه اونا وزیر هم معرفی میکنن، سوا رای نمیبره. بنان هر چیز در چوکات اصول و قوانمندی خود اجتماع میتونه صورت بگیره و ما میتونیم از اینکه در بیرون از نظام باشه و داخل نظام باشه به نفع مردم افغانستان. اما شما فکر میکنین آقای عظمی که مردم باز هم در آینده نقش داشته باشه در انتخابات و در قوانین که باید مردم باید سهم بگیرن؟ چنانچه شاهد انتخابات هستیم که اصلا رأی مردم در نظر گرفته نشد، هرچی که یک کشور دیگر یا خواست یک شخص دیگر بود همون انجام شد. مردم باید خود از گروگانگیری نجات بدن. متاسفانه امیال به نام مردم افغانستان که یک حلقه، یک گروه خاصی است که این حکومت اداره میکنه، اصلا به مردم ربط نمیگیره. هر حالت که سر مردم اومد میآید و چنانچه مهاجرین هم میبینین هر روز هم مردم کوشش میکنن از کشور خودشان نجات بده. یک حلقه خاص در درون حکومت مشخص میکنه وزیر کی باید شود، رئیس جمهور کی باید شود، در چوکی پارلمان کی باید بنشینه، همین گونه ادامه پیدا میکنه. مردم چگونه میتونن تصمیم بر خود بگیرن؟ من امرای شما کاملا موافق هستم مرسل جان. به ارتباط من به این عقیده هستم که مردم باید خود از این اسارت نجات بده. بدون شک اگر سیستم به این قسم پیش بره، ما با جرأت برای شما گفتم میتونم با موجودیت فساد، با موجودیت ازی که هر کس جیبش پر بود، او هم میتونه. شما 5 سال بعد نی در شورای ولایتی، نی در شورای ملی، در هر دو مجلس نماینده مردم واقعی مردم نخواد داشتن، فقط افراد و اشخاص خواد باشه که زور داره و زر داره. اما مردم افغانستان باید خود از این حالت نجات بده. نمیشه که ما یک گوشه آرام بشینیم و بگوییم که همه چیز برای ما حکومت بیاره یا این زورمندا ما را مانع شده. و این را وقت میتونه که نماینده واقعی خود تعیین کنن، انتخاب کنن، هم در شوراهای ولایتی، هم در مجلسین شورای ملی، و این میتونه ما را به هدف برسونه. وقتی که نهادگذارهای یا کسایی که قانون میسازن، اونا در نماینده مردم افغانستان نماینده واقعی بودن، حکومت هم میتونه یک حکومت واقعی شود. و این با مبارزه، تلاش، کار و پیکار دوامدار و با قربانی میشه که روز و شب ما و شما تلاش کنیم. غیر از او اگر بی‌تفاوت باشیم، هنوز هم این وضعیت بدتر میشه و مردم افغانستان به آتش جنگ خواد سوختن. بله. اما آقای عظمی، در میان این مردم عادی یا رهبر یا مدیر وجود داره که سلاح داشته باشه یا زور داشته باشه بتونه به واسطه اون واقعا حق به مردم بده؟ دموکراسی رو اگر ما مطالعه کنیم در کشورهای که واقعا اونا به دموکراسی واقعی رسیدن، این افراد و اشخاصی بودن که تفنگ نداشتن. هند ما و شما مثال میتیم، بزرگایی که به اونجا بودن، به افغانستان و به دیگه ممالک، مثلا به افغانستان هم هستن افراد و اشخاصی که واقعا علاقمند هستن به آبادی ازی وطن، دردی ازی وطن هم رای زوا هستن.
ما با وصفی از اینکه پیشتر امو مثال برای شما دادیم اگه سیستم به این قسم پیش بره با مردم ما برخوردم که اینقدر آدم به آینده امیدوار بسازه که واقعا افراد و اشخاص پاک صادق اونا میتونه جامعه را رهبری کنه سمت بته سو بته استقامت بته. مردم افغانستان به دور از او مردم باید اونا را حمایت کنه کمک کنه. در بین جوان ها هستن امیال شما میبینیم بعضی جوان هایی که در بعضی موقف ها قرار میگیره تغییر میاره در اداره خود در ریاست خود در مدیریت خود. بنان مردم افغانستان بدون شک هستن کسایی را که دارن در اینجا که اونا را بتانه به یک منزل مقصود که امو آرامش به این کشور است از بین بردن فساد است برسانه. غیر از او اگر ما بسیج نشویم متحد نشویم قانونمند مبارزه نکنیم اینی غاصبین خواد باشه مافیا خواد باشه اینی کسایی که زور داره زر داره و آلوده به فساد هستن آلوده مواد چیز به مافیای مواد مخدر هستن قاچاقبر هستن اینی یا میتونه سر ما و شما حکومت کنه و نیروی ما و شما را مثل که تا اندازه فلج کردن هنوزم فلج تر بسازن. بله آقای اعظمی، حال ما شاهد این هستیم که خیلی از فعالیت های مدنی به شکل کوچک و گستردش هر از گاهی انجام داده میشه و چند وقت پیش هم شاهد دو راهپیمایی گسترده هستیم که تجمع خیلی از مردم و هموطن های زیادی از ما بودن. هیچ حکومت ارزش نداد به صدایشان، به صدایشان گوش نداد، برشان هیچ رسیدگی نشد. فکر میکنین بعد از این اگر بخواین که تمام مردم افغانستان کار انجام بده به فکرشان خواهد شد؟ هر چیز به اتحاد میشه، به اتفاق میشه، به سازماندهی میشه، به یک رابرد میشه. در نادها و جامعه مدنی ما بدون شک تأثیرات خود داره، اما اکثریت این مسائل در کابل متمرکز است. اگه حقوق بشر هم از همینجا است، اگه حقوق زن هم از همینجا است، اگه جامعه ها و نادهای مدنی هم از در کابل است، شما برین امیال در فرای ما ببینین، شما برین به نیمروز ببینین، شما برین در ایده نزدیک در لوگر خود ببینین. بنان ما به این راستا باید یک کار کرده همه جانبه فراگیر و بسیج سراسری داشته باشیم. امیال جامعه مدنی هم برای شما معلوم است که سر یک کمیشنر خود که معرفی کنند در کمیته گزینش یا در دیگر نهادها با هم تفاهم ندارند. به صدها نهاد جامعه مدنی که یک کس برای ما گفت که ده ها چی که صدها و بالاتر از او هم هست. بنان اگر ما واقعا با هم بسیج شویم و در چوکات اصول و قوانین در چوکات یک شفافیت خاص مبارزه کنیم، ما میتونیم به منزل مقصود خود برسیم و تاثیرگذار هم خود باشه سر خود حکومت افغانستان و حتی سر کسایی که امروز مانی از این پروسه و روند است. سپاسگزار از حضورتان آقای اعظمی در بحث امروز. باز هم خوش آمدید. حال مرور داریم بر مهمترین رویدادهای کشور از روزنامه های چاپ کابل که دست ما قرار گرفته. در نخست روزنامه چراغ را به خانش میگیرم. در صفحه نخست روزنامه چراغ در مورد فعال شدن فابریکه سمنت جوال سراج پس از دو دهه نوشته شده است. مسلح سازی گسترده روستاییان برای مبارزه با داعش در افغانستان. جنگ سالار افغان شرایط صلح با کابل را تغییر داد. فساد داری و تغییر نهادها. نگاهی به نگاه افغانی موضوعاتی است و خبرهایی است در صفحه نخست عنوان شده و ما ادامه این خبرها در صفحه بعدی روزنامه چراغ به چاپ رسیده که از این میان انتقاد ملل متحد و وزارت مهاجرین از اخراج پناهجویان افغان از یونان را به خانش میگیرم. اطلاعات روز نوشته که کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از بازگرداندن پناهجویان افغان از یونان به ترکیه انتقاد کرده است. نماینده کمیساری عالی پناهندگان در یونان روز سه شنبه در مورد 13 پناهجوی افغان که روز دوشنبه همراه با دیگر پناهجویان به ترکیه انتقال داده شده بودند گفته است 13 پناهجوی افغان تمایل داشتند که به یونان درخواست پناهندگی بدهند، اما آنها به دلیل وضعیت در هم و برهمی که بر جزیره خیوس حاکم است فرصت درخواست پناهندگی را دریافت نکرده بودند. در همین حال وزارت مهاجرین و برگشت کنندگان گفته است که اخراج اجباری پناهجویان افغان از یونان به ترکیه مورد پذیرش افغانستان نیست.
این وزارت گفته که اخراج بدون تفاهم و بدون در نظر داشته شرایط پناهجویان خلاف قوانین پناهندگی است. اسلام الدین جرات سخنگوی این وزارت گفته است برای ما اجبار غیر قانونی هموطنان ما قابل قبول نیست. تنها راه حل این مسئله تفاهم میان افغانستان و ترکیه است و باید پرونده ها بررسی شوند. بر بنیاد توافق ترکیه و اتحادیه اروپا همه پناهجویانی که پس از 20 ماه مارچ سال جاری وارد یونان شدند، درخواست پناهندگی ندادند و یا هم درخواستشان رد شده به ترکیه بازگردانده می شوند. سخنگوی بغلان گفته دند شهاب‌الدین سقوط نکرده اما درگیری شدید جریان دارد. خبر دیگر است در صفحه دوم روزنامه چراغ به چاپ رسیده و به خانش می گیرم. محمود حقمل سخنگوی والی بغلان به اطلاعات روز میگوید که از دو روز به این سو درگیری های شدید میان دهشت افکنان و نیروهای دولتی در دند شهاب‌الدین شروع شده است. گزارش های تایید نشده حکایت از آن دارد که طالبان پس از حملات تهاجمی منطقه دند شهاب‌الدین ولایت بغلان را سقوط دادند. اما سخنگوی والی بغلان سقوط دند شهاب‌الدین به دست طالبان را رد کرد. آقای حقمل گفت که از سوی روز به این طرف دشمن تحرکات در مربوطات دند شهاب‌الدین آغاز کرده که با برخوردهای امنیتی و دولتی روبرو شده است. آقای حقمل درگیری میان دهشت افغانان و نیروهای امنیتی را شدید توصیف کرد و گفت که طبق آخرین گزارش‌های دریافت شده درگیری‌های دو روزه 6 دهشت افغان کشته شده و از نیروهای امنیتی 3 نفر نیز تلف گرفته است. و همچنین موضوعات دیگری هم در این صفحه در روزنامه آغاز اطلاعات روز به چاپ رسیده است. و همچنین روزنامه دیگری که به دسترس ما قرار گرفته روزنامه جامعه باز است. کابل بانک سومین داوطلبیش را انجام داد. کابل بانک یکی از بانک‌های بزرگ کشور که حدود 5 سال پیش ورشکست شد برای سومین بار به داوطلبی رفته. وزارت مالیه اعلام کرده است که دو شرکت داخلی و خارجی برای خرید این بانک واجد شرایط شناخته شدند. کابل بانک نو پیش از این نیز دو بار به فروش گذاشته شده بود، اما بر اساس گفته‌های مقام‌های بانک مرکزی وزارت مالیه شرکت‌هایی که داوطلب خریداران این بانک شده بودند واجد شرایط نبودند. محمد آقا کوهستانی رئیس عمومی خزائن وزارت مالیه دیروز در یک نشست خبری در کابل مشخصات داوطلبان واجد شرایط نوی کابل بانک را اعلام کرد. رئیس عمومی خزائن این وزارت گفت از جمله داوطلبان نوی کابل بانک کمپانی و بانک تجارتی مسلم توانستند تا طبق شرایط دولت افغانستان از نوت‌هایشان را ارائه کنند. کوهستانی افزود امکانات مالی و تکنیکی از جمله شرایط دولت افغانستان است و سهمداران قبلی نوی کابل بانک نمی‌توانند تا در این پروسه اشتراک کنند. حدود 5 سال پیش زمانی که کابل بانک با بحران مالی روبرو شد، بر اساس مصوبه شماره 18 کابینه ریاست جمهوری، وزارت مالیه و افغانستان بانک نوی کابل بانک را برای خصوصی سازی به داوطلبی گذاشتند. و خبر دیگر که در روزنامه جامعه باز به چاپ رسیده، کارخانه سمنت جبل‌سراج پس از 2 دهه بازگشایی شد. مقام‌های محلی ولایت پروان خبر دادند که کارخانه تولید سمنت جبل‌سراج که از سال 1375 غیرفعال شده بود، تولیدات خود را بعد از 20 سال از سر گرفته است. وحید صدیقی سخنگوی والی پروان دیروز گفته است که کارخانه اکنون قادر به تولید 100 تن سمنت در 24 ساعت است. به گفته او با سازی این کارخانه حدود 70 میلیون افغانی هزینه داشته که توسط وزارت معادن افغانستان پرداخته شده است. و همچنان خبرهای دیگر هم در روزنامه جامعه باز به چاپ رسیده که موضوعات اقتصادی و خارج از کشور هستند. و حال روزنامه دیگری که به خانش میگیرم روزنامه اصلاح هست. در این روزنامه به چاپ رسیده که نشست وارسا و بروکسل فرصت دیگر برای سرمایه گذاری در افغانستان. نشست برد هماهنگی و نظارتی با حضور رئیس جمهور غنی در کابل برگزار شد. در این نشست نمایندگان کشورهای کمک کننده در افغانستان و دوستان بین المللی تجدید تعهد کمک ها در سکتور امنیتی و تمویل پروژه های انکشافی به گونه‌ای دراز مدت شرکت داشتند و به بررسی گرفتند. استراتژی انکشاف ملی را تا نشست بروکسل تهیه کردند. این استراتژی روی خودکفایی افغانستان مبنی بر تولید زیربناها و سایر
دیگر موضوعات بود که نیز به بررسی گرفته شده بود در این نشست. و همچنین وزارت انکشاف جهاد در سال 1394 حدود 1485 پروژه را در سرتاسر کشور تطبیق نموده است. در ربع اول سال 1395 در تطبیق پروژه ها برای 235,000 تن زمینه کار کوتاه مدت فراهم شده بود. وزارت انکشاف دهات یک وزارت سکتوری در امور بازسازی جاده سازی در روستاها یک کشور در 15 سال گذشته کارهای خود را انجام داده است. پروژه های همبستگی ملی ولایت ها و روستاها نتیجه پیشبرد کار این وزارت گفته می شود. این وزارت همچنان توانسته که هزاران تن کارگر را شامل پروژه همبستگی ملی سازد و در سال 1394 1485 پروژه را در سراسر کشور تطبیق کند. بهار سال 1395 مرحله دوم کاریابی آغاز شد و در مرحله اول کاریابی 3734 پروژه و 5 پروژه دیگر بازسازی و نوسازی قرار گرفت که در فاز دوم مرحله دوم پروژه های کاریابی در 11 ولایت گسترش پیدا کرد. گزارش بود از وزارت انکشاف دهات که در روزنامه اصلاح به چاپ رسیده بود و همچنان خبرهای اقتصادی، ورزشی و خارجی هم در این روزنامه به چاپ رسیده است. و اما حال مرور داریم بر مهمترین رویدادها خارج از کشور. اردوغان گفته شهروندی حامیان تروریسم باید لغو شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته باید لغو حق شهروندی کسانی که او حامی تروریسم خوانده می شود را در نظر بگیرد. آقای اردوغان که روز سه‌شنبه در میان جمعی از وکلا و حقوقداران سخن می گفت تاکید کرده است ما هیچ صحبت و مذاکره با تروریست ها نخواهیم کرد. اگرچه در سخنان او مستقیما به گروه اشاره نشده است، اما روز دوشنبه او شکل گیری هر گونه مذاکرات صلح میان دولتش و حزب کارگران کرد پیکیک را رد کرده بود. بر بنیاد همین گزارش، سخنان دیروز آقای اردوغان اشاره به اعضای حزب کارگران کردستان پیکیک ارزیابی شده است. همزمان احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه اعلام کرد دولت تصمیم برای لغو حق شهروندی اعضا و حامیان پیکه ندارد. آتش بس میان دولت ترکیه و پیکه در سال 2013 یعنی 3 سال پیش برقرار شده بود. تابستان پارسال شکسته شد و از آن هنگام درگیری خونین میان شبه نظامیان کرد و نیروهای پلیس و ارتش ترکیه شدت گرفته و تاکنون صدها کشته بر جا گذاشته است. آقای اردوغان روسیشان به همچنین گفت اینها لیاقت شهروندی ما را ندارند. ما در برابر کسانی که کشور و مردمشان خیانت میکنند الزام نداریم. و همچنان تاکید کرد که مصمم است به بحران در مناطق جنوب شرقی ترکیه یک بار برای همیشه خاتمه دهد. مناطق جنوب شرقی ترکیه که اکثرا کرد نشینند در چند ماه گذشته شاهد خونین ترین درگیری ها طی دو دهه گذشته بودند. این درگیری ها بنابر گفته های هفته گذشته آقای اردوغان تاکنون باعث کشته شدن حدود 5000 عضو پیکک و 355 نیروی نظامی و امنیتی ترکیه شده است. او همچنین خواستار رفع مسئولیت قضایی نمایندگان کرد پارلمان ترکیه شده بود تا به گفته او زمینه پیگرد قانونی آنها به علت تبلیغ تروریسم ممکن شود. حزب کارگران کردستان از سال 1984 رسما نبرد مسلحانه علیه دولت ترکیه را با هدف استقلال کردستان آغاز کرد. از آن سال تا کنون بیش از 40,000 تن در درگیری ها میان کردها و دولت ترکیه کشته شدند. نزدیک به 90% اعدام‌های جهان در ایران، عربستان و پاکستان صورت گرفته است. عفو بین‌الملل در جدیدترین گزارش خود از افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی اظهار تأسف کرده و آن را در 25 سال گذشته بی‌سابقه دانسته است. روز سه‌شنبه نهاد غیردولتی عفو بین‌الملل در گزارش تعداد اعدام‌های سال گذشته را 1634 مورد اعلام کرد و تعداد اعدام‌ها را 50% بیشتر از اعدام‌های یک سال پیش از آن یعنی سال 2014 دانست. بنابراین گزارش ایران، پاکستان و عربستان سعودی 89% اعدام‌های سال گذشته را انجام دادند. این آمار بدون احتساب اعدام‌ها در کشور چین است که به عقیده عفو بین‌الملل صدها اعدام در آن صورت می‌گیرد، اما آمار آن محرمانه نگه داشته می‌شود. در همین حال عفو بین‌الملل گزارش کرده در سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ تعداد کشورهایی که حکم اعدام را کاملا برچیدند به اکثریت در جهان رسیده است.
در همین حال افو بیمنال گزارشی که در سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ تعداد کشورهایی که به جهان رسیده است را نشر کرده. بر اساس گزارش افو بین‌الملل سال گذشته فیجی، ماداگاسکار، سورینیا و کنگو قوانین اعدام خود را تغییر دادند و مغولستان هم قوانین تعریف جرم خود را تغییر داد که در سال جاری یعنی سال 2016 اجرایی خواهد شد.